بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير آيات أحكام. مفسر شيخ القرآن مولوي عبد السلام عابد رئيس دار العلوم العربية كابل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. الله جل جلاله در آیات گذشته بعد از اینکه وصیت لقمان حکیم را برای فرزندش در قرآن کریم تسجیل کرد که ای فرزندم با الله شریک نبیار، زیرا شرک گناه بس بزرگی است، بعد خداوند متعال حقوق والدین را برای ما شما بیان ساخت. در باب حقوق والدین چند نکته ای است که توضیح باید داده شود. اولی که ما شما مکلفیت داریم در حالتی که زنده هستیم با والدین خود احسان بکنیم. تا به جای این سخن را قرآن کریم برای ما شما توضیح می دهد که فلا تقل لهما اف. کلمه اف که در حقیقت کلمه ای است که مفهوم تعب و رنج را می رساند از او جلوگیری بکنید. از هر قول و عملی که سبب می شود که والدین از او برنجد از او عقب برد. دومی که والدین متفاوت حالات از زندگی خود دارند. در حالاتی که جوان هستند ما تو را به اصطلاح به رسمیت هم نمی‌شناسند، بلکه اولاد محتاج برای کی است؟ برای والدین است. در این صورت هر قدر کوشش میکنه احترامش بیشتر بکن، اوامرش به جای بیار. کاری که وسیله میشود که اونها برنجد به سبب قول و فعلی که تو میگی از او عقب. بعد از این آهسته آهسته که خود توانمندی کار پیدا میکنی و تو توان از این داری که با مادر و پدرت کمک مادی بکنی، این واجبی تو است که از مال چیزی را به خاطر گرفتن دعا از والدین به مصرف برسن. یعنی که وقتی که آدم به بازار میره چقدر زیبا خواهد بود که یک دانه سیب را بسیار مقبول یا دو دانه کیله را یک چیز دیگر را بخری و بعد از او را به والدین بیاری، دستایش را ببوسی و پیش رویش بگذاری، میگه این را مختص به تو آورده، ولو که به دیگر چیزها را آدم میاره. ولی دعا، گرفتن دعا شرط است. با یک دانه سیب میتونی که والدین خوش بکنی و به حق دعا بکنی. هرگاه که صبحی به وظیفه میرفتی یک بار برو در خانهش، دوستای شب بگی، دعای شب بگی، احترام برش بکن و پس برو. وقتی که پس میامدی بس احترام شب بکن و گزارش روز تا برش بده. مادر جان امروز اینقدر کار کرد، پدر امروز اینقدر کار کرد. پدر خوش میشه و در حق دعا میکن. فقط اصل هدف چی است؟ که والدین در حق تو دعا بکنن. پس هر کاری کوشش بود که والدین به چی راضی میشه امو کار کرده بود. در خانه خواهرت برو پرسانش بکن، پس اولش برش کن مفت آورد میکن. حالت میرسد که دوم مرحله ای که کوشش بکن و باید بفهمی که والدین به خاطر ما و تو، چه بس اوقات میشه نماز نخوانده باشد، چه بس اوقات میشه که در عبادت خداوند متعال یا سستی قصدی یا جهلی کرده باشند و این به خاطر ما و تو شدن. بنابراین ما و تو باید زمینه را مساعد بکنیم که والدین ما او قضایه های خدا باید بدن. بسیار به شفقت و مهربانی باید پرسان بکنی پدر جان روزه قرضدار هستی نیستی؟ نماز قرضدار هستی نیستی؟ از مسلمان های دیگه قرضدار هستی یا نیستی؟ کوشش بکن که خودت زمینه مساعد بکنی و با والدینت بگی که اینی هم فدیه روزید و تا مثلا یک بوجی گندم شد و مادر جان پدر جان به هر کسی که تو میخوای ما در خانه امور میبرم که کفاره روزه خلاص شد، کفاره نمازت خلاص شد،
کفاره قسمت خلاص شود، دیت های فدیه نماز و روزیت خلاص شود، این را برش بکن، در دنیا این کار را برش بکن و به دست خودش برش انجام بده. یکان بار والدین به اساس جوانی که داشتن یا غروری که داشتن زمین کسی را به زور گرفته باشد، پول کسی را به زور گرفته باشد و این بسیار دیده شد که به جانب مقابل کنه برو دستت خلاص، ولی آلی ری سفید شده، تو خب میفهمی که واقعا این حقش نبود، زمینه مساعد که به پدرت و مادرت بگو که حقوق مسترد بکن، خداوند مطالبه ما دیگه میلی میده، الله دیگه زمین میده، الله دیگه پول میده، ولی این جای از ما نیست، بنان برش تسلیم بکن. این خوبی هاییست که ما شما امرای والدین خود در اخیر بکنیم. همین رقم والدین در کهنسالی که میرسد دستش خالی میباشد، زیرا استعداد کاری کلش به فرزندها سپرده میشود. فرزندها یک مقدار پولی را همیشه در جیب والدینش بدهد که توسط از او خداوند متعال را خوش بکنه و بگه با هر کسی که میخوای کمک بکن، با هر کسی که میخوای در راه دین ای را به مصرف برسان. این دیگه خوبی است که یک فرزند با والدین خود میکنه. نکته دیگه که انگامی که والدین وفات میکنه بعد از او با سلسله نکاتی است که انسان در ذهن خود داشته باشد. هر اما تو که خداوند متعال او عملی را که به دست راست بتی، پولی را که به دست راست بتی و دست چپت خبر نشان، ایر الله دوست دارد. پس شما از سرمایتون چیزی را در راه خدا باید بتین که در حقیقت خداوند متعال پاداش برای والدینتان و برای خودتان بدهد. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روز میاد پیش رویش یک نفر آمد و فورا از اسب برش پایین شد، بسیار توقیرش کرد، بعد امی لنگی خود در سر امی مرد به اصلاح ناشناخته داد، ایره که برش داد، بعد برش گفت که من بچه عمر ابن خطاب هستم و شما را در مجلس پدر خود دیدم، بنان این هدیه را به شما تقدیم کنم که دوست پدرم بودی. بعد گفت که اسب من در خدمت تک جای میرم. خب ای که رفت ای غلامش برش گفت که سر یعنی جایگاهت خوب بسیار بلند است نسبت به این مرد، تو چرا این رقم زیاد بسیار به اصلاح برش چاپلوسی واری کردی، هم لنگی را برش دادی، هم عزتش کردی، هم میخواستی که سر اسب تو سوار شد. گفت ای که آلی هر جای برا با چی میگه خدا عمر را ببخشه، اینه بچش بر ما یک دان لنگی دار، آلی کتا من انت انسانیت کرد، من زمینه را مساعد کردم که به پدرم دعا بکنم، من زمینه را مساعد کردم که پدرم را فراموش نکنم. بنان یکی از مسئولیت های ما شما در قبال والدین ما ایست که بعد از وفات والدین اولاد با دوستای پدر و مادر دوستی را حفظ بکنند، در خانش رفت آمد بکنند، همیشه امو دوستش برای دوستش به یادش بسپارد. وقتی که در اید شوا در خانه کسی بری که دوست پدرت است، در حقیقت برای تو دعا میکنه، برای امو شخصی که بچه فلانه آمده به خدا ببخشش، یعنی چقدر خوب یک فرزند صالح دارد. سومی که پیغمبر علیه السلام میفرماید که ایتو مردا در آخر زمان پیدا میشد که به والدینشان دشنام میبرد. کسی گفت یا رسول الله این رقم اولادم پیدا میشه که به پدر و مادرش دشنام بدهد؟ گفت بله، مادر کسی را دشنام میدهد باز مادرش را دشنام میدهد، پدرش را دشنام میدهد پدرش را دشنام میدهد، و این چیز واضح هست نی؟ دیده میشه بعضی مردم فاسق و فاجر هستن که سر والدین خود او به او دو میزن، او به هیچ گپی هم نیست، یعنی هیچ گپی هم نیست به یک موضوعی که قابل از این نداره که انسان نام والدینش بگیره، این را خب بگذاره که دو بزنه او به او بگوه او بگوه، ولی انسان فاسق و فاجر چنین کارا را میکنه. بنابراین ما کوشش بکنیم که به این اساس والدین خود را در قبر همچی بکنیم، دعاهای را برش بفرستیم، خود ما نماز که بخوانیم یک دو رکعت نماز برش بخوانیم، الله جل جلاله قبول میکنه، صدقات در حقشان بدیم، کارهای بنیادی بکنیم که او همیشه محفوظ بوده باشد، در مساجد جور کردن، مساجد جور کردن، مدارس جور کردن، حلقات علمی، این کلش مکلفیت های ما شماست که در حقیقت ثوابا را برای والدین خود رای میکنیم، و کوشش بکنیم که آن کسی که از والدین ما خفه است او را هم برش مخفگانش از دلش دور بکنیم و وسیله دعای بیشتر در حق والدین خود شویم.
بعد از این الله جل جلاله می فرماید که حضرت لقمان دوم وصیت را برای فرزندش میکنه، یا بنیه ای بچگکم، انها ان تاکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. فرزندم هر آن خصلتی که باشد، ان تاکو مثقال حبت، هم وزن یک دانه، هم وزن یک دانه اسپند و از او که کوچکتر اگر یک چیزی باشد، فتکن فی صخرت، پس باش در امود دانه اسپند، فی صخرت در مابین یک سنگ، او فی السماوات او فی الارض، یا در کناره های آسمان یا در قعر زمین، یأتی بها الله، الله در محاسبت امور حشر میکنه. ولی شما ببینید که تسلط خدا را چطور به فرزندش میگه. یا بنیه فرزندم، انها هر اینا، ان تکو مثقال حبت من خردل، هر اینا آن خصلتی که باشد، آن عادتی که باشد، چی خوب و چی بد، مثقال حبت من خردل، به هم وزن دانه اسپند، دانه اسپند همون سیاهی که من سر نانام یکان تعداد میگذن به اصلاح سیادانه میگیم، یا اسپند خوب واضح هست که این مردم های بیعقل بزرگ است، من داده سرش مردم تیر میشه، صحیح شده. اینی چیزان بوده باشد، فتکن فی صخرت، و او دانگه که کوچک به خاطر مبالغه میگه، فتکن فی صخرت بادم و بین سنگ باشد، او فی السماوات او فی الارض، یا در آسمان ها یا در زمین در قعرش باشد، یأتی بها الله، الله امورم برد حاضر میکند. چرا؟ این الله لطیفون، الله بسیار باریک بین است، خبیر و به همه چیز آگاه است، الله به همه چیز آگاه است. پس تسلط الله را فهمیدیم، یعنی یک پدر از اگر میخواهد فرزند خوب داشته باشد، تسلط الله جل جلاله و حضور الله جل جلاله را برش بدهد که ببین الله آگاه است، لطیف، خداوند متعال لطیف است. لطیف یعنی به اسرار شیء، با کوچکترین چیز و با باریکترین اسرار الله جل جلاله آگاهی داره. در دلت که اگه بگردد الله سر سوال میده، در دلت که بگردد، چشمت یک دفعه که در جای انداختی، دوم دفعه که انداختی الله سرش میداند، اگه یک دفعه هم انداختی خب به قصد انداختی الله سرش میداند که چی گفت است. الله باریک بین است، لطیف. بنابراین اگر ما خواسته باشیم اولادای خود را درست تربیه بکنیم، این اساس را در ذهن بگیریم، کوشش بکنیم فرزندان را این رقم تربیه بکنیم که الله چی است؟ آگاه است. مراقبت الله جل جلاله را فراموش نکن. انسانی که از خدا ترسید بعد از او باید اصلاح می شود. انسانی که از خدا نترسد از هیچ کس هم باز نمی ترسد. میگه کسی که از خدا نترسد از هیچ کس نمی ترسد. ان الله لطيف، الله بارك بين است، خبير آگاه و ارسا است. سوم وصیت برش میکند، یا بنیه ای فرزندم، اقیم الصلاه، نماز برپا بکن. شما وصیت های لقمان در نظر دقیق بگیرید که به نهایت ضروری است بر ما. شما اول توحید عقیده را جور میکند، بعد از او مراقبت الله جل جلاله برش میده، ولی برش اولین ستون دین برش میگه یا بنیه فرزندم اقیم الصلاه، نماز را برپا بدار، اقیم الصلاه. و نماز جایگاهی است که ما شما میفهمیم، نماز جایگاهی در اسلام داره که پیغمبر خدا علیه السلام میفرم الصلاه و عماد الدین او عمود الدین، نماز ستون دین یا ستونهای دین است. من اقامها فقد اقام الدین و من هدمها فقد هدم الدین. الفرق بین المسلم والکافر ترک الصلاه. صحابه میگه که در میان ما یک مسلمان که گناه میکنه دورا کافر نمیگفتیم، و که نماز نمیخوان بالا درش میگفتن کافر است. این صحابه میگفتن، جمهور علما به یقین هستن کسی که نماز نمیخواند بدون کلام عذری کافر است، او وجود داشته باشد، مشکل نباشد، صبح کی وقت بخیزد، اول ریش خود تراش کنه، با سر خود بشویه، با دریشی خود بپوشه، با نکتایی خود بزنه، با عطر خود بزنه، دو رکعت نماز نمیخونه. خیلی که کافر نگم، خیلی را کافر میگی. شما فکر بکنین کل کار میکنه، صحیح شد نه؟
از کل دندان ها را برس بکن، جار جان در برشوی کل کار را بکن، دو رکعت نماز نخوان. والله که تو را کافر نگویم، خدیگه بوش هم باید کافر نگویم. این کافر اینی رقم مردم است که بدون از اینکه هیچ مانعی نداشت ولی نماز نمیخوانه. صحابه میگفت ما این افراد کافر میگفتیم، صحابه ما این افراد کافر میگفتیم. بنان به بچهش میگه یا بنی ای فرزندم اقیم الصلات، نماز را برپا دار. چرا؟ بخاطر تکمیلا لنفسک، تاکه اعزاز پیدا بکنی، جایگاه پیدا بکنی. نماز بخوان مسلمانات را مشناسد، نماز بخوان با خدا را مشناسد، نماز بخوان پیغمبر را مشناسد. چه قضیه باسته؟ نماز وسیله معرفتی ما با خداست، خدا ما را مشناسد. زیرا صبحی ملائکه شب تبدیل میشه ملائکه روز میاد. در ورق ما نوشته میکنه ملائکه فلانه پسر فلانه دوستیش تسلیم شدم، در حالی که یا الله با تو نماز خونده بود. ملائکه که شو که میره نوشته میکنه در خیر که دوستیه فلانه پسر فلانه را یا الله ختم کردم از مشاوش، در حالی که با تو نماز خونده بود. دیگر حاضر قیاس. پس این دوستیه در ابتدا و در انتهای ما با واسه نماز چی میشود؟ با واسه نماز جایگاه پیدا میکنه، معرفت میشه به خدا. درود که میگه به پیغمبر علیه السلام میرسد، در تو درود میگی. پس نماز جایگاه بسیار بلندی دارد. ما چی کنیم که نماز بخوانیم؟ یکی کاریم که اولادای خود تربیه. اگر ما در مسجد بیایم و اولادای که خود در مسجد بیاریم، اولاد با مسجد رابطه پیدا میکنند. و این نکته را هم یاد داشته باشین، یکان بار بعض مردم های هستن خداوند متعال هدایتشان بده. یعنی مسجد ای تو فکر میکنه که این خانه شخصیش است. سر هر کس غال مغال میکنه، او مفتی های اصلی مولی سویش خبر نداره. اصل مفتی های دن پشت سر که میشنه یه خیال میکنه که این مسجد گرانتیم است. اطفال که میاد سرش غال مغال میکنه، مسجد را چتل کردی، ایتو کردی، ایتو کردی، چی یه پس آسان رو بگذار که اطفال به مسجد بیاید، رفت آمد داشته باشد، با خدا ایستاده شود، محبت مسجد امرایش پیدا شود. شما اطفال توهین نکنین، تحقیرش نکنین، دیگم تشویقش بکنین، دیگم کمک امرایش بکنین، تا که همین جایگاه نماز در دلشان پیدا شود. فرزندم اقیم الصلات، نماز برپا دار. اگر غلط خواهد چی گفت است؟ یکان دفع اطفال از خنده میکنه، در زمان پیغمبر خنده کرد، در زمان صحابه خنده کرد، اونا توهینشان نکرده. بنان کوشش بکنی او را به شوق و علاقه پدرش باید همین رقم زمینه را مساعد بکنه. بچه در مسجد که میری خانه خدا است، انسان با ادب میشینه، بعد از با ادب نماز میخوانه، ویست نصیحت هر روز برش کرده برود. و دیروز هم گفتیم که اگر ما همیشه در خانه خود یک پنج دقیقه با اولادای خود بشینیم، پس مساجد هم مملو از نمازگزار میشود و هم فرزندا اصلاح میشود. چهارم گپ برمیاد و امر بالمعروف، فرزندم همیشه با کارهای پسندیده دیگران را امر بکن. و امر بالمعروف، با کارهای پسندیده امر بکن. و انها عن المنکر، پنجم از کارهای زشت مردم را منع بکن. معروف چیز شناخته شده است، منکر چیز ناشناخته. آنچه که شناخته شده است که آداب است، اخلاق است، دین است، با اون مردم را تشویق بکن. آنچه که نوارد است و به درد نمیخورد، من امتیم منع بکنی، به درد نمیخورد. و انها عن المنکر، اقیم الصلات تکمیلا لنفسک، نماز برپا دار تا خودت با شخصیت شوی. و امر بالمعروف و انها عن المنکر تکمیلا لغیرک، با واسطید امر بالمعروف نهی از منکر دیگر تکمیل بکو. چه قضیه باست؟ با نماز خودت تکمیل میشی، با امر بالمعروف نهی از منکر جامعه را تکمیل میکنی. تو در جامعه زندگی میکنی و در جامعه باید عمل داشته باشی. هر کسی که امر بالمعروف میکنه، نهی از منکر میکنه، با سلسله نکات مواجه میشود. بخوای نخوای مردم پشتت گرد میزنند. زیرا کنم وقت دیدین که یک کسی که نه در خوب کسی کار دارد، نه در بد کسی کار دارد، اما تا صاحب میره و میای گپش معلوم نیست، چون این او شخصیت نداره. از خاطر هیچ کس کسی کار ندارد. انسان هایی که عکس العمل دارند، مسئولیت ها را دارند، او را میبینی که حتما پشت سرش دشمن دارد، پشت سرش مردم گپ میزنند. و پشت از این گپ نگرد. خدا کنه که کل مردم پشت گپ بزند. وصبر علی ما اصابک، شکیبایی بکن در برابر هر آنچه که
به تو میرسد. در برابر هر آنچه که به تو میرسد شکیبایی بکن، سنگر ایلا نکنی، عقب نشینی نکنی. مردم به هر گپ دارد، مردم به پیغمبرها گپ دارند، مردم به صحابه گپ میزند. ما تو خب بسیار کوچک هستیم، چی گپ است که لنگی ما با یکسلی مردم بیفته؟ بیفته، ولی دفاع از دین و از حضرت شاه این مسئولیت دینی ماست. این شجاعت به فرزندت بده که در مقابل منکر استاد شود، شجاعت برش بده. پدر تمرایت است، بیغم باشین، همون تو برش بگو هیچگاه در مقابل منکر سکوت نکو، استاد شد، این واجبیت است. و صحابه همون تو مردم بودن، صحابه همون تو مردم بودن، همون تو تربیه شده بودن. اندکترین غلطی میکردی در مقابل استاد میشد. یعنی نمونیش ببینین، حجاج یوسف آمد در روز جمعه در مسجد نبوی گپ میزد و در خود بیش دستک زده میرد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه برشخی گفت دستت خشک شود، در مسند پیغمبر شدی، استاده شدی و دستک میزنی و چنین کار پیغمبر نمیکرد. برای ما شما کوچک معلوم میشود که صحابه سرزی سخت مؤاخذه داشتند. کسی دیگری آمده بود گفت که در مسجد شروع کرده بود ذکر را نجا هر گفته میرفت، آمد به حضرت عبدالله بن مسعود گفت، رفت در جانش از دستش گرفت، کشیدش از مسجد. لالا چی شروع کردی؟ تو به این رقم کاره که تو کردی، یعنی این که پیغمبر نکرده، تو از پیغمبر کرده زیاد میفهمی. کشیدش، نماندش. بنان منکر باید بند شود، در مقابل منکرات وجیبه است که باید استادگی بکنی. تو استاد نشی، ما استاد نشم، استاد نشه، بس خودگه میدان به دموکراسی خیلی مانده سه تمام روز دیگه جنایت خدا کرده بار. این وجیبه ما توست که در مقابل منکر باید استاد شدی. و یک کسی بر ما گفت که تو نکنی، ما گفتم تو خود گفته نمیتونی و دل ما را بر نکن، زیده گناه هست. تو خود چوکیت میترسی، از اون آن میترسی، خب ما را چی کار داری؟ ما را بگذار که بگویم به مسلمان ها. و این وجیبه ماست و مسلمان باید بگوید. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء. الله اگر بر تو خیر خواسته باشد کل دنیا یک طرف شود، اگر شر بر برساند. الله اگر تو بر تو ضرر خواسته باشد کل دنیا یک طرف شود، که نفع بر برساند کسی بر نفع رسانده نمیتوند. اولادایتان دو به امید روحیه باید تربیه کنه. فرزندم مأمور بالمعروف، همیشه با کار پسندیده امر بکو، و انها عن المنکر، و از کارهای بد مردم را بپرهیزان. واصبر علی ما اصابک، و شکیبایی بکن در برابر آنچه که به تو میرسد. این نکته هم در ذهن خود بسپارین. احتیاط در جوانایی که خداوند متعال به ایمانشان بیفزاید. خب اینا خب پاک هستند، این شک نیست، چون اصول دعوت نخواندن و علم دعوت یاد ندارن و نمیفهمن که از کجا شروع بکنن. ظرفیت آگاهیشان پایین تر است. یک بار در مقابل کلان و خرد و همه گستاد میشود، بعد از او باز تبیز که جامعه هم نرسیده که اونها را احترام بگذاره، جامعه او را توهین میکنه. بعد از او باز یک نوع دپریشن برش پیدا میشود که من مردم خوب کار میکنه، چرا مردم در مقابل استاد میشود؟ ما خود مرد گفتیم که کار خوب است، چرا پدرم در مقابل مرا توهین میکنه؟ چرا برادر کلان مرا توهین میکنه؟ چرا ده ها سوال سرش پیدا میشه و یک نوع تکلیف مرضی برش پیدا میشه. بنابراین خواهشم ایست که خودتان که بدین عمل میکنین، پیش از اینکه دیگرها را بدین دعوت بکنین، اول اصول دعوت را بخونین. یعنی این یک علم است. فرایت دفعه گرفتی، به طور مثال در یک سن فستیم 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، هر با در یک سن تو خیستی صاحب امر بالمعروف تا شروع کردی، بدون از اینکه اول دست از دل از اونها را با خود بگیری، اول شخصیتی تا سر اونها بپذیری که ما کی هستم، تا که سخن تو را احترام بکنند. او تو را من حیث اگر صنفی قبول کردن، نه من حیث کسی که به تو از نظر شخصی احترام بکنن. تو که گپ میزنی توهینت میکنن. ارگا جایگاه پیدا کردی که مردم به گپت گوش بدهد، تو را احترام بگذارد، تو به شخصیت تو قائل شود، بعد از او هر سخنی که تو میگوید جایگاه دارد. پیش از اگر شروع میکنی، در حقیقت خودت به تکلیف میشی. از خاطر عزیزان اول تکمیل شخصیت است. شما این وصایا را دقیق شوید. اقم الصلاة، برپا در نماز را، تکمیلن لنفسک، تا خود جایگاه پیدا بکنی. بعد از او چی میکنی؟ و امر بالمعروف و انه عن المنکر. بعد از او با مردم کار پسندیده را بگو، زیرا اول امر معروف شروع کن. با امر بالمعروف مردم از پیشت خوش میشود، جایگاه پیدا میکنی، جایگاه پیدا میکنی. بعد مرحله که قوی شدی و انه عن المنکر، با
پس منکر هم منع بکن. وقتی که در تو امر معروف نهی از منکر کرد، یک تعداد مردم به مقابل ایستادگی میکنن. واصبر علی ما اصابک، در مقابل مشکلاتی که با تو روبرو با او میشی و جام صبر و شکیبایی بکن. ان ذالک من عزم الامور، یقینا این از کارهای بسیار مهم است. ان ذالک من عزم الامور، از کارهایی که لایق کردن است و بسیار مهم است و دارای اهمیت است. این می نکاتی بود که در ذهن باید داشته باشی، یعنی این اساس است. اگر می خواهی که جامعه را جور بکنی، این اساس را در نظر بگیر. ان ذالک من عزم الامور، هر آن این از کارهای بسیار مهم است. بعد از او که از این خلاص می شود، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث هم برای ما و شما می فهمه که یک وقت می آید که یأتی علی الناس زمان لیس فیهم الا اصغر، یعنی یک وقت می آید که در بین مردم کسایی به وجود میه و ملک و صلاحیت دار میشه که او دیروز پایین ترین مردم بودن. در این صورت چی باید بکنی؟ نه دین میفهمن، نه دین میفهمن، نه دنیا را میفهمن، همیشه به طرف خرابی حرکت میکنن. در مقابل این مردم اگر امر بالمعروف نکنی، نهی از منکر نکنی، دنیا را خراب میکنن. هرگاه تو برش نصیحت شروع که در مقابل صفم میگیرد، ولی صف بگیرد و تو باید جامعه را به طرف خوبی دعوت بکنی. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. بعد از او سلسله صفات ذکر میکند. ببینید که این صفات یک صفات فردی یک نفر است، یک صفات اجتماعی است، یک صفات تکمیلی است. یعنی ما سه نوع صفات داریم، یک مؤمن دارای سه نوع صفات است. یک صفات فردی است. من حیث مسلمان تو باید موحد و یکتا پرست باشی، جز خدا کس دیگر عبادت نکنی. من حیث یک مسلمان تو به والدین تو باید احترام بگذاری، این کارت است، این را باید داشته باشی. من حیث مسلمان باید نماز بخوانی و فرائض دین را باید ادا بکنی. این مهم است، این واجبیت است. بعد از اون سلسله صفات اجتماعی در تو باشد، در مقابل جامعه مسئول هستی، امر بالمعروف بکو، نهی از منکر بکو، با کارهای خوب مردم را دعوت بکو، در کار اجتماعی سهم بگی، فرسان بکو. چرا این کوشش ما چطل است؟ دهی کوشش بکنیم، ده نفر پنج نفر در یک کوشش جمع شن، کوشش پاک میشه، ضرورت به شاروال یک چیز. تو میبینی که مردم هر چیزای جنگلوی خود دموین سرک مندازد، تو کوشش بکو، بس بگو جای داریم وطن دار اوجا پر تو این مکلفیت است. کوشش بکن مردم آلا بگو وطن دار، یعنی یک قصرم الحمدلله شاخت ساختی، یک لک دو لک دلار از سرش مصرف کردی. اگر ما پنج هزار یک جای بکنیم، چه قضیه با خود بود که این سرکای خود یک بار کانکریت کنیم؟ یه آسان کار است، خدا شاید پنج هزار یک جا شدن سرکای کامپل کانکریت می شود. و چون ما مفتخور تربیه شدیم، کل کار دیگر را بر ما باید بکند. این مفتخوری را ختم بکن، کار بکو، مردم رو تشویق بکو. بین پنج هزار میپردیم، مزدور کار خود ما میشیم، بنا خود ما میشیم، به این پنج هزار رو فقط سمت میخریم کته ریگش. چی میگه؟ نمیشه؟ میشه، صحیح شده؟ این رقم کارهای اجتماعی را شروع بکو. در کوچه تو فکر بکو که کدام کسی هست، بیوه و غریب یتیم، 30-40 خانه در یک کوچه هست، سرش بگردن که خیر بوده باشه، ما 50-50 کار یک جای میکنیم، ولی به خانواده کمک میکنیم. به کار اجتماعی هستم و دیگه سهم بگیرید. این کار خوبی است. تعداد مردم هستن برق دزدی میکنن، این برق را پیدا بکن. چرا دزدی میکنی از بیت ما؟ به اشکال در رقم جنایت در وطن رواست، چون آمرین بالمعروف نیست که جامعه در مقابل یک عمل ناروا استادگی بکنه. هیچ کسی نیست. عین شکلش شما از دفعانان تا به جامعه این موتروانه سر ما تجارت شروع کرده، یک دفعه در سر شمالی پایینت میکنه، مگه دیگه تمیجا است؟ اجا باید دیگه باید پیسه بودی، حالا که قانون چی است؟ تمیجا باید ما را بیارد. خب ما نمیگم، تو نمیگی، بس سرماش هیچ که. حتی وقتی که پرسان بکنی که چرا این کرا را بلند میگیری، کلی متاثر بخی چی میکنی؟ پنج رفت چی گفت؟ پنج رفت چی گفت؟ نه، پنج رفت گفت نیست، بی ادبی اگه انسان، بی تربیه بودن یه جامعه، این دل آدم درد میکنه.
این کسبای مبتذل در محترم اندازد. این خود محتوی است که باید معنا بکنیم. هرگاه ما این کار شروع بکنیم، جامعه به طرف اصلاح می رود. هرگاه ما تو بریم، در هتل داخل شدیم که فلم است و فحاشی است، رزالت است. او جا داخل شدیم و صاحبش بگوی که برادر تو مسلمان هستی، از افغانستان هستی، این بیغیرتی را ختم بکن و من نمیخوام در این بوتل تو نان بخورم، لطفا اصلاحات بیار. تو بگوی، ما بگویم، ده نفر امیر خم بگوی، نفر میفهمه که یه وطن از مسلمان ها هست و در اینجا اخلاق بخار است، خود به خود جامعه به طرف اصلاح روان میشود. از این خاطر ما سلسله صفات اجتماعی را در خود ایجاد بکنیم و در خدمت مردم باید برم که مردم به طرف اصلاح کل کار با دولت نمانیم. ما تو هستیم که اصلاحات شروع میکنیم و از خود باید بسازیم. صفات سلسله صفات تکمیلی است که به اساس از او هم خود ما تکمیل میشیم و هم جامعه را به طرف کمال میکشانیم. او چی است؟ انفاق در راه خداوند متعال. اول تو باید انفاق در راه خدا بکنی. این سلسله کارای است. سلسله صفات در خود ایجاد آنچه را که نمیفهمی او را باید یاد بگیری. جامعه تا بشناس، تاریخ افغانستان را بشناس، تاریخ منطقه را بشناس، بزرگای تا بشناس تا به اساس از این جایی را ایجاد بکنی که وسیله شناخت خودت و از خدایت و از جامعه شود. از جمله صفات هایی که در حقیقت تقویت کننده است، یک صفات اجتماعی است، ولا تسعر خدک للناس، متاب رخ خود را از طرف مردم. ولا تسعر خدک للناس، رخت را از مردم دور نتی. تو با مردم باید باشی، دمابین جامعه باید باشی. چرا از جامعه کنار باید باشی؟ ایتون کسای را ما در کابل دفن کردیم که در جنازش 12 نفر 13 نفر بود. او 12 نفر 13 نفر هم ای طرف همسایش از شرم آمده بود. بچایش و یک بیادرش هم از شرم آمده بود. خدا شاید است که همی در جنازش را شما هر چقدر کوش میکنیم در دعای مام نمی آمد. عجیب حساب بود. چی ضرورت داریم؟ بخاطر که با مردم نبود. آنانی که با مردم هستن در جنازهش، در نمازش، در مریضش چی حال میباشد؟ ولا تسعر خدک للناس، رخت را از مردم متاب، اما بین مردم باید زندگی بکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم با اقا کارش نمونیش سعی کنن. روز حضرت انس رضی الله عنه میفرماید که در امرایش روان بودم و سر پیغمبر الاسلام چادر نجرانی بود. گفت یک مرد آمد برش گفت که یا محمد، تا که پیغمبر سعی برش میکرد دست انداخت این چادرش کش کرد. در یک روایت کنده شد چادر، در روایت دیگری در مبارک گلوش هم خط سرخ ایجاد کرد. بعد گفت که مرلی من مال الله الذی عندک، این مالی که امرای تو است از این خو برمبت این خو از ننیت نیست. اما تو گفت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر برش خنده کرد. فامر الله بعطاء، کسی را گفت امرش کمک بکن. ببینی که نخواست که، زیرا او خود جاهل بود. تو از این انسان هم رو ختم تا زیرا او نمیفهمه. دیگر روز پیغمبر رسان در راه روان بود، یک زن کس در سر قبر دیگر زدن را ایسته روی خدا صاحب میزنه، با قبر میزنه و چیق میزنه. پیغمبر خدا برش گفت که اصبر، صبر بکن، خدا برات اجر میدهد. گفت که برو روی تموس کن، سر نخون نگر، حالایی که ما دارم سر تو نیست که قبل مفت میزنی. پیغمبر از پیش روان کس برد، گفت که شناختش؟ گفت نه. گفت رسول خدا بود. ای زنکه بود چی قامت که از دفر الله چه کاری بدی کدم. پشت پیغمبر خدا در خانهش آمد، گفت که یا رسول الله ما را ببخش، ما خو فکر ما خو گفتم که تو کدام عادی آدم بود. بعد پیغمبر خدا برای که گپی نیست، از صبر و عند صدمت الاولا، صبر خود امو وقتا باز نظر میکنند که سر تو امو تو آتش بیاد و تا حاصله بکن. ببین پیغمبر حدیث دیگه میاد که یک زنکه پیش پیغمبر خدا علیه السلام آمد و گفت که یا رسول الله امی شوهر من امرای مخو نمیکنم. شما دیگه فکر بکنید که عظمت پیغمبر را ببینید و داخل شدن در بین جامعه را ببینید. یک زن میاد که شوام را خون نمیکنه و پیغمبر باید جواب بده. ولی میتونه کسی به وزیر بگه؟ پیش کارزای کسی را گفته میتونه؟ یا علی که وقت هم نداره، این تا من چتیات مصروف است. ببینیم که اوجا می رود برش نه. حضرت انس میگه که ما امرای پیغمبر خدا می رفتیم، یک پیش صفه زن آمد و پیغمبر خدا زمین دستش گرفت. این طرف یا. پیغمبر خدا کتش دور خود استادش کرد. گفت رفت.
ما دیگه اصلا از این کالی میریم. آخر گفتیم که یا رسول الله نوخت میشم. بگذار که یعنی آه دلش کلش بگوید. زیرا ای سر ما اعتماد کرد. و ما باید گفتش گوش بکن. عزیزم در بین جامعه باید بوده باشه. مسلمان در قعر جامعه است. مسلمان در سر علاقه نمی باشد. در کنجای مسجد نمی باشد که در روحانیت فی الاسلام. مسلمان در مابین جامعه اسلام انسانی است و باید زندگی بکند. از این خاطر قرآن چی میگه؟ ولا تسعر خدک للناس. روی تا از مردم متاب. بلکه در مابین مردم باید بوده باشی. دو آنچه که مردم را به تو حساس میکند و مخالفت قدم میگذار او کارم نکو. چیست؟ ولا تمشی فی الارض مراحا. در زمین هم تکبر کنان نرو. دبو که من هستم. ای کار نکن. بلکه خود کوچکترین مردم حساب بکن. مردم طرف فراموش نمیکنند. مردم طرف فراموش نمیکنند. ولا تمشی فی الارض مراحا. ان الله لا يحب الله دوست نداره کل مختال فخور. هر انسان نازنده و خود ستاره. الله کسی که سر خود ناز بکنه و خود ستایش بکنه الله او را دوست نداره. پس ای کارم نکن. ببینی که یعنی تعجب آور است خب؟ در پوانتونای جهان که بری تا جایی که ما رفته به اندازه مسئولین مصروف هستن که در قصه از این است که ریش چطور شد ای نکتایی چطور شد ای پتلون چطور شد فقط شب و روز خاطر میکنه خدا شاید وقت نان خوردن خوب نداره ما تمام روز در فکر فیشن خود هستیم ولی دستان بعد دفعه میگین در سمستر دو مضمون یک مضمون ناکام چرا؟ سر خود دقیقه فکر نکن تو به جایی که مصروف هستی باید فکر بکن تو هدفمند انسان هستی افغانستان بیران به تو امید دارد تو تمام روز پشت آینه استاد شو کاکل جور بکن این روغنی موی زمانه را در موی سرم استغفر الله تو کسی دیگری هستی تو کسی است که 1.5 میلیون شهید داده به خاطر تو آری جوان باید از این حمایت بکنه از این وطن و انسانهای بی‌معنا و پوچ کسی که تمام روز پشت ویدو میشینه پشت چتیات میشینه موسیقی میشنوه این میتونه این وطن نگاه بکنه از این نوامیس از این وطن دفاع بکنه از ارزشایش دفاع بکنه قطعا این کار اینو میتونه کنه انسانهایی که سخت سنگ واره تربیه شده باشد در مقابل هر نوع مشکلات زانو بزنه استاد شود او انسان میتونه که مقاوم بوده باشه قرآن به او میگه که ان الله لا يحب كل مختال فخور الله هر انسانی که نازنده است ناز میکنه ایرا نمیخورم ایرا میخورم این لباسا نمیپوشم که مودش اومده این لباسا میپوشم که چی شرطیات است او سپارتو در زندگیت انسانی بوده باش که بیای مردم در دستت بگیرد افتخار داشته باشه به فکرت به علمت به قوتت اینه که لباسا که بر طلا بپوشن که در کلی چیزی نباشه چی ارزش خواهد داشت فخور انسان خودستاره خودستایی که همیشه در جای بلند باید تو بشین اگر شخصیت داشته باشی کس تو را نمیمانه که پیش در روزه بشین مردم تو را بالا نمیشوند اگر شخصیت نداشته خدا شده که دیگه به اساس بی‌ادبیت مردم تو فتنه میکند وقصد فی مشک توسط و اعتدال را مراحت بکن فرزندان فی مشک در رفتارت تیز تیز نرو بی جای نرو مردم نگذار که سرت انتقاد بکنن وغدد من صوتک و پایین کن آواز خود را الله اکبر چی وصایه بسیار زیباست یقینا که یک انسان در زندگی بیاره یک انسان میشه که اون صفات ملکی پیدا میکنه وقصد فی مشک فرزندم توسط و اعتدال را مراعات بکن فی مشک در رفتارت وغدد من صوتک و پایین کن آواز خود را در چی؟ در سخن گفتن هست این در نیست و این گوش چی ایق میزن چی گفت هست شما میفهمین یک دفعه که یکان نفر در وقت مساجد که میبینی یک گفت پیدا میشن در بین دو نفر یک دفعه سب چی قشن رو میکنی اما دفعه چی گفت هست وطن دار با رامی با ادب با اخلاق گفت بزن مردم گفت در گوش میکنن ولی دلت هست که جنگ پر شروع بکنی چی گفت هست این گفت یعنی بی ادبی نکو خرواری از این خاطر قرآن میگه این انکر الاسوات الى صوت الحمیر یقینا بدترین آواز خر است آواز خر است که چیق میزنه کل دنیا را گرفته تو خود انسان هستی گفت گوش میکنه گفت به نرمی بگو به انسانیت بگو ای گپ است حضرت لقمان بر فرزندش خطاب میکنه که در رفتار چی بکو توسط و اعتدال را مراعات بکو رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که عرض اگر شما نماز تیر می شد و می دید که جماعت برش ندو بلکه اعتدال را رعایت بکو با ادب به طرف نماز بیاد
زیرا اگر کس سرت اعتراض بده او را سعی کن یعنی بس اما که اجازه نباید به مردم بده که سرت اما که اعتراض بکن او را سعی کن بارد بگوید اگر نماز اگر کردی خوب اگر تیر شد قضای شدی دویش برد اجازه نمیده خود در نماز که اجازه نمیده میشه که در دیگر جای بدویم در دیگر جای بر ما اجازه نمیده عین شکلش اگر ما آداب شریعت را در رفتار خود رعایت بکنیم در جامعه ما یک تکری پیدا نمیشود چون ما نمیفهمیم که در دین بر ما میگه طرف راسته برو اگر هر گاه ما کل ما به طرف راست بریم در شهر کابل هیچ تکر واقع نمیشه این در خانم بیروبار و چون ادب اسلامی رعایت نمیشه هر کس رای خود پیدا میکنه بدان جنجال پیدا میشه در متراز افتاد جنجال یک بار کلش بند میشه زیرا این متروانا بی ادب هستن نمیفهمه دیره که حق ما طرف راست ماست او طرف ولو که راه است خب کلام متر دیگه میاد هیچ گپی نمیشه این کلش ارگا شریعت را رعایت بکنیم الله گشایش را بر ما میده وقتد من صوت که پایین کن آواز خود را آواز را پایین بکن ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بدترین آواز آواز خر است رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که ارگا شما آواز خر را شنیدید فتعوذوا بالله من الشیطان الرجیم فانها رعت الشیطان خر که هنگ خدا بلند کرد شما به الله پناه بگیرید زیرا او شیطان را دیده است و در حدیث میاد که ارگا که مرغ آواز داد در حقیقت ملائکه را دیده و در افغانستان رواجش چیز مرغ بیچاره که شب آزان بده میگه علالش کن صحیح شد نیم؟ و در کتابی هست به نام طافت النصایح او یه چتیات گفته از جان خود دین جور کرده اگر روز چهارشنبه آواز داد مرغ ات علالش کن که با ات میشه اگر پنجشنبه آواز داد با ات میشه اگر سه شنبه آواز چتیات گفته که در هیچ دین نیست صحیح شد نیم؟ از جان خود دین جور کرده این چتیات او سفر تو بیشاره مرغ ملائکه را دیده صحیح شد نیم؟ تو میگه علالش کن که علا سر صبح کدام میکن میمورد گفت این است ایشون یا جان خود چرا دینی حدیث پیامبر اتو میگه و من نمیفهم کی از کجا گفته ای طافن سایه والا از جان خود جور کرده بنان شوازان داد روز آزان داد این مردی بیچاره ما رو ملائکه را دیده دیگه هم نگاهش کرد که برکت بر تا ایشون کلی زود برام ای هم صحیح نیست بعد از اینکه نسای خلاص شد آیه قرآن کریم آیسته آیسته اهداف بر ما شما میده جایگاهی تا بشناس الم تروا ان الله سخر لكم اي ندیدید ان الله بشان آن معبود بر حق که رفع احتیاج هم محتاجا را میکند سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض مسخر گردانید و رام گردانید به خاطر انتفاع شما آن چی که در آسمان ها و زمین است و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه و گسترانید بر بالای شما نعمت های آشکار و نجمت های پنهان را این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ويبشر